خود فرزان دلجو کارگردان از لس آنجلس با ماست. ممنونم آقای دلجو که دعوت ما رو پذیرفتید. چه شد که به فکر ساختن این مستند افتادید؟ درود به شما و بیانگوهتون آقای پردان بسیمس مرامان خدمتون هستم که کتاب تاریخ 43 ساله حکومتی که بر ایران بود ایرانه از هر صفحش از سمتش جز خون و عشق و ظلم و آه و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار چیزی نمی‌چیند. بیشمار این جانباختگان این لاله‌های پرپری که رفتیم به سراغ یکی از کوچکترین ایشون، بچه های کوچکی که 5-6 بچه زیر 10 سال در این ماجره های چند ماه اخیر جان باختن و کیان پیرفلک به گونه استثنا بوده با 9 سال و 5 ماه و 4 ساعت عمر این بچه آرزوهای بسیاری داشت. این بچه خدا رو به گونه دیگه دید، خدا رو شون مولانا دید، خدا رو در رنگین کمان دید، نه مثل کسانی که عنوان خداشناسی نه خداشناسن و نه راه پروردگار رو میرن. به همین جهت پرداختیم کوتاه به زندگی کیان پیرفلک، یک نگاه کوتاه به زندگی فانی و به زندگی باقی کیان پیرفلک، چرا که اگر برید تو عمق این خانواده 4 نفره، پدر، مادر، 2 فرزند با عشق زندگی میکنن، در گوش این فرزندش که میخواد آرزوهای بزرگ داره، میخواد به ناسا بره، میخواد دانشمند بشه و نشون میداره که قابلیتشو داره، دستاش پر خونه فرزندش بشه و از کار بیکارش کنن، پدرش قادر به کار کردن نباشه و این مصیبت داشته باشه و حتی اجازه گرفتن تولد، اولین تولد بعض از درگذشتش رو نداشته باشه و نیروهای امنیتی جلوگیری میکنن. این خودش یک فیلم سینمایی بزرگی، یک کتاب و کتاب ها میشه درباره این لاله های پرپر افسانه کیان نوشت و فیلم ساخت. آقای دلجو، معمولا کار کردن از بیرون ایران در مورد قصه های داخل ایران کار ساده نیست. برای ما روزنامه‌نگاران هم گزارش تلویزیونی راحت نیست وقتی دسترسی ندارید. گمان میکنم که برای شما هم در ساخت چنین مستندی کار آسانی نبوده. چقدر سخت بود کار کردن از راه دور در مورد داستان این چنینی؟ خدمت های سری اطلاعات که خب همه داریم از طریق این خبرهایی که منتشر شده، سعی کردیم که ما روی کیان تکیه داشته باشیم و حواشی دوروبر بین 23 آبان تا 25 آبان ماه گذشته، سال گذشته، که همون محدوده بودن کیان و پروازش به سوی رنگین کمانه سعی کردیم. مشکل به هر حال مشکل این اولی تجربه است، اما آقای پرستاد سعی داریم اگر توان داشته باشیم که بتونیم این سلسله مراتب رو بیشمارن این جوانان رعنام که به خاطر آزادی، به خاطر آزادی وطنمون جان باختن یا امروز چشمشون رو دست دادن، یا در زندان ها هستن یا زیر شکنجه هستن، یا مادرانی که این داغ چگونه از دلشون بره. افسانه خانم ماه‌منیر مولایی که این خانوم، این زن، این مادر زندگی نداره دیگه، هستن زندگی براش مفهوم نداره، جز اینکه با خاطره، با لباس، با وسایل فرزندش کیانش بتونه که روز رو فقط به شب برسونه و خواب نداره. به همین جهت مشکل به هر حال در خارج درباره مسائل ایران ساختار مشکل سعی میکنیم طوری که در حد امکان اون هست بتونیم منعکس کننده اون دردی باشیم که خانواده های ایرانی، میلیون ها خانواده ایرانی، چه از طریق که عزیز از دست دادن، چه در فقر مطلقن، چه دچار حوادث گوناگون شدن، چه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، چشمشون رو از دست دادن، یا در زندان ها هستن یا تحت کنترل شدید هستن، سعی کنیم هر بار به گوشه ای از این مسائل و فجایع و مصائب بپردازیم و زنده نگاه داریم این تاریخ مصور ظلمی که بر کشور ما داره روا میره.